ها را بزدایید. باز هم این مسیر رو ما باید ادامه بدیم. خواستم که سخن رو فقط یه نکته‌ای رو اشاره کرده باشیم که اینها به نظر میان که در دو کشور متفاوتن. یکی از پیروزمندی هاشون صحبت کرده و دیگری از تلخکامی هاشون داره صحبت میکنه، گرچه هر دو در یک کشور. آقای علوی، چرا اینقدر اختلاف نظر وجود داره بین این دو نفر؟ زمانی که در بین پاشنه به چرخه و ساختار قدرت بدین گونه باشه، اگر 10 تا رای جمهوری دیگر هم بیان، این مملکت با این باران ها روبرو خواهد بود و روبرو خواهد شد. به عبارت دیگه مسیری که ایران داره طی میکنه در یک سراشیبی تباهی و نابودی هست و تنها اتفاقی که میتونه بیفته با آمدن این و آن میتونه در این زاویه عوض بشه. شما درست میگید، همونطوری که پخش کرده در این نوار، دو ساز ناهمگون از طرف رهبر و از طرف روحانی در پیام‌های نوروزی داره زده میشه. البته این چیز جدیدی نیستش، در خلال 4 سال پیش اختلافات بین این دو بوده و حتی پیش از من. اگر از ابتدای پیدایش حکومت اسلامی ایران ما نگاه بکنیم، همیشه مرافع بین رهبر برای جمهور از نخستین روز بوده، خمینی و بنی صدر، خود خمینی و خامنه‌ای در دوره حیات خمینی، پس از اون مرافعاتی که بین خامنه‌ای به عنوان رهبر و هاشمی به عنوان رئیس جمهور شروع شد، پس از اون بین رهبر و خاتمی و حتی در دوره دوم احمدی نژاد و خامنه‌ای. به عبارت دیگه این قصه ادامه خواهد داشت تا زمانی که حکمت بدین گونه باشه. پیام‌های نوروزی رهبر و روحانی این نشون میده که تفاوت آشکاری در ارزیابی سال گذشته و اولویت هایی که توی جمهوری اسلامی هست از دیدگاه این شخص از دیدگاه اون شخص کاملا پیدا بودش. هر دو از تلخکامی صحبت میکنن، ولی روحانی توی پیام نوروزی خودش به افزایش تولید کشاورزی صنعتی و با یک سری آمارهایی که میشه بگید آمارها کم اعتبار هستن، از رشد 8% اقتصاد صحبت میکنه، ولی از سوی دیگه خامنه‌ای ادعا میکنه که سفره مردم خالی است. خب هر دو به گونه ای ساز خودشون رو میزنن. تمام اینها نشون میده که این تلخی ها و سختی ها که عمدتا به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم برمیگرده و بعد تلاش میکنن که اینو به گونه ای به عزت ملی و امنیت ملی مربوط بکنن، این درد از مشکل مردم رو دوا نمیکنه. ولی چرا این اختلافات به این گونه به این شکل ریشه‌ای در بین رهبر و رئیس جمهور از نخستین روز پیدایش این حکومت بوده؟ ببینید، دانته یک نظریه‌ای در مورد حکومت‌های مذهبی و حکومت ایدئولوژیکی میده و مطرح میکنه که دولت و کلیسا اینا دارای دو سپر متفاوت هستند. دولت به عنوان سپر مادی یا دنیوی و کلیسا رو به عنوان سپر معنوی ازش صحبت میکنه. ولی در نظام ولایی سپر روحانیت با سپر سیاسی در داخل یک نظام سیاسی یا یک دولت یا یک حاکمیت جا گرفته. تناقضی که خامنه‌ای گرفتارش هست و کل نظام سیاسی رو با این بحران روبرو کرده همینه. در رفتار خامنه‌ای می‌بینیم که از یه طرف سعی می‌کنه که روحانیت رو تابع دستگاه دولت کنه که به نحوی دولت رو به اصطلاح بهش قدرت بده و روحانیت رو به عنوان کارگزار اون به حساب بیاره، ولی از سوی دیگه می‌خواد بالاتر از دستگاه دولت قرار بگیره و خودش رو در نقش کاملا مستقل از دولت تعریف کنه. یعنی همون دستگاهی که از اون برخواسته یه بار تابع دولت میکنه و بار دیگه اونو برتر از دولت معرفی میکنه. مثلا ائمه جمعه رو نگاه بکنید و نقش مخربی که در کار دولت از همون روز اول داشتن، یا نمایندگان رهبر تو ناتا نگاه کنید که یک دولت به موازات دولت در هر نهادی درست کردن. این که خامنه‌ای میگه من انقلابی‌ام و میگه من دیپلمات نیستم،
از این سوی میاد میگه انقلابی بودن خودشو که به اسلامی بودنش مطرح میکنه، یک جایگاهی برای خودش درست میکنه که نشون میده یک آرزوی سیاسی، یک تمنای سیاسی داره که هم خودش دولت میدونه و هم خودشو بالاتر از دولت جلوه میده. وقتی هم که میگه من دیپلمات نیستم یعنی چی؟ یعنی من از دولت فاصله دارم. انقلابی بودنشم یعنی از دولت بالاتر و قید و بند دولت نداره و نمیخواد رعایت کنه. اما خودش چون این دولته و مشروعیت دولت رو ناشی از ولایت خودش میدونه، دستگاه روحانیت رو تابع دولت میکنه، یعنی هم تابع خودشه و هم تابع دستگاه دولتی که این روحانیت باید بره مثلا در دادگستریش کار خودش رو بکنه و مزایای خودش رو بگیره. ولی یک وجه تناقض دیگه این سناریو از این قراره که خامنه ای تا اونجا که روحانیت رو تابع دولت بکنه کاری به مسئله دستگاه دولت نداره، تا زمانی که خودش رو بالاتر از دولت جلوه بده، تا زمانی که بتونه دستگاه دولت رو تابع دستگاه فقهی و شرعی خودش بسازه. مشکلی هم که دولت ها و در حال حاضر دولت روحانی در ادامه کار خودشون داره مثل سایر رؤسای جمهوری، و اینم باید توجه کنید، باید اینها هرگز هم نتونستن این کار بکنن. روحانی خب گاه اوقات تو صحبتاش حرفایی میزنه با اون بینش اعتدالی خودش، میخواد به گونه اینجوری نشون بده که دولت از ولایت مستقله و تبدیل ولایت به بخش از دولت و نه فرا دولت قرار داره. یه راه اساسی برای حل بحران که وجود داره این مسئله، البته نه زیر پرچم ولایت نه زیر لوای دولت این مشکلات حل و فصل شدنی نیستش. موضوع هم تا زمانی که بدین گونه جلو بره، خواهی نخواهی این تناقض و این تضاد بین دولت و حاکمیت یا به عبارت دیگه بین جمهوریت و ولایت موجود خواهد بود. جناب علوی، ببینید کشورهای جهان و خود به خود داره یک نوعی از شیوهی از حکومت هستن، سلطنت، جمهوری، هر شکلهای مختلف داره، ولی در همین حکومتی که در ایران وجود داره به نظر میاد که دوتا حکومت داریم، یعنی یک حکومتی داریم جمهوری اسلامی که ولی فقیه رهبری اونو داره و بر همه جا احاطه داره، یک چیز اداری هم داریم که قوه مجریه است و اجرایی است و دولت جمهوری اسلامی است. این تضادهای این دوتا در ارتباط با هم دیگه فرصت نخواهد داد هیچ بحرانی حل شه. همین چند روز پیش وزیر اطلاعات همین دولت جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات میگه آقا بس که شما هر کس میاد سرمایه گذاری بکنه میگیرید و میبرید و زندان میکنید، خب اصلا کسی حاضر نیست سرمایه گذاری بکنه و بعد از ما انتظار دارید که اقتصاد رو رشد بدیم و از این نوع حرفا. گرچه ایشون هم بخشی از همین کل جمهوری اسلامی است، ولی واقعیتی رو بیان میکنه که نشان از در مراکز قدرت متفاوت رو در ایران و تصمیم گیری های مراکز متفاوت قدرت، چه نظر اطلاعاتی چه نظر قضایی رو نشون میده. حال برمیگرده اینکه حاصلش در زمینه اقتصاد معیشتی و نمیدونم این داستان ها به کجا خواهد رسید. ببینید این تضاد جمهوریت و ولایت هست. جمهوریت به عنوان یک پدیده مدرن و جدید و ولایت به عنوان جریان سنتی تشیع که این دو میخوان با همدیگه همزیستی بکنن. این همزیستی میشه گفت که ناممکن است. از سوی دیگه این واقعیت هم باید در نظر بگیریم که هر دو جریان، یعنی هم دولت و هم حکومت، اینها حفظ نظام از اوجب واجبات براشون است. کاملا درست. تا از دو منظر مختلف به این موضوع نگاه میکنن. حکومت یعنی ولایت به دنبال این هستش که حفظ نظام رو از چارچوب امنیتی، نابودی منافع ملی نگاه بکنه. دولت از این منظر به حفظ نظام نگاه میکنه که بتونه با وجود آوردن یک سری تغییراتی که این تغییرات به دور باشه از قدرت و اقتدار ولایت به جلو ببره. ولی در زمینه‌های مختلف هر دو جریان مشترکه، مثل فساد،
مثل بیتوجهی به معیشت زندگی مردم، مثل نابودی منافع ملی. و اینها مسائل هستش که کارنامه نابودی و تباهی این حکومت رو توی این 37 سال رقم زد. جناب علوی، شما به نکات اشاره می‌فرمایید و خیلی نکات دقیق هستش. حالا کسانی که ممکن است در این برنامه اصلا یه مقدار بیشتر باز کنیم که ولایت چه چیزی رو می‌خواد و دولت در واقع عملکرد دولت معلومه. دولت می‌خواد روی آب باقی بمونه و دولتش رو و کشور رو به نوعی با خواست‌ها و معیارهای خودش اداره کنه. آیا این خواست‌ها معیارهای درستی هست یا نیست، اون داد کنار قرار می‌گیره. ولی ولایت تکلیفش روشنه. ولایت بازوی سپاه پاسداران رو داره، می‌خواد تا سوریه و از سوریه هم بره به اون سوی اسرائیل و تمام دنیا رو یک دایره بزنه و انقلاب اسلامی خودش رو صادر کنه. برای انقلاب اسلامی صادر کردن باید سپاه پاسداران توانمندتر بشن نظر مالی و نظامی، و برای اینکه از نظر مالی توانمند بشه باید نبض اقتصادی مملکت رو در دست بگیره. این همه زنجیره است به هم پیوسته. در این شرایط چرا دولت یک میخواد مسئله بحران اقتصادی رو حل کنه و همونطور که شما اشاره کردین به نادرست آمارای ساختگی میاد میگه ما رشد 8% یا 7% داریم، خب چگونه میتونه مشکل اقتصاد رو حل کنه دولت؟ به مشکل اقتصاد با این وضعیت که الان موجود هست در واقع به این سادگی حل میشه. ببینید، دولت ادعا میکنه که تورم آماری 11%، اما این یک واقعیت نیست. وقتی که محصولات زندگی مردم، محصولات ضروری تا حدود 30% افزایش قیمت داشته باشه توی این سالهای اخیر در دوره مذهب روحانی هستش. این مسئله خوب که نخواهی ما با یک تورم بیش از 11% رو دوریم. یک دولت به مسئله رکود کاملا بیتوجه. دولت چون به مسئله رکود و تورم این هر دو در جمهوری اسلامی بالاست. دولت روحانی تلاش میکنه که با پایین آوردن تورم برای این تصور یا برای این توهم هستش که میتونه رکود را پایین بیاره، در حالی که پایین آوردن هر دو همزمان در علم اقتصاد تقریبا امکان پذیر نیستش. بی علت هستش که دولت به مسئله رکود کاملا بی توجه است. تورم هم در واقع در نقدینگی پنهان شده. حجم بالای نقدینگی مثل یک اژدهای خفته‌ای میمونه که اگر آزاد بشه عواقب بسیار سنگینی رو برای اقتصاد مریض ایران به همراه خواهد داشت. حجم بالای نقدینگی تبعیات و مشکلاتی رو که برای اقتصاد به همراه میاره میتونه دوباره تورم رو بالا ببره. ما یک حدود 30% رشد نقدینگی در سالهای پیش داشتیم و در حال حاضر نقدینگی به عدد بالای 1000 میلیارد تومان رسیده که وحشت از فعال شدن این نقدینگی در اقتصاد میتونه بحران‌های شدید اقتصادی رو به وجود بیاره. این حجم از نقدینگی تورم رو در درون خودش پنهان کرده. در واقع تورم نهفته در این نقدینگی جایگاه یک ظهور مجدد رو میتونه پیدا بکنه. نرخ بهره بانکی بالا هم سبب شده تا این نقدینگی آزاد نشه. اما تلاشی که به اصطلاح متفکرین اقتصادی دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارن انجام میدن، این میتونه منجر به آزاد شدن نقدینگی از بانک‌ها و حرکت این نقدینگی به سوی دلال بازی، سفت بازی، خرید و فروش ارز و غیره بشه. در واقع اگر نرخ سود بانکی به نزدیکی عدد 10% برسه، چون الان به حدود 20% هست، یعنی نصف بشه، احتمال اینکه آتش فشان تورم فعال بشه زیاد هستش. نرخ‌های بالای سود بانکی برای بخش مولد خیلی مضر هستش، زیرا به خاطر اینکه سبب میشه نقدینگی مردم به سوی بخش تولید حرکت نکنه. اما از طرف دیگه این احتمال وجود داره که در صورت آزادسازی نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم، این نقدینگی به سوی بخش غیر مولد بره. در این صورت هستش که دولت باید با یه مشکل دیگه روبرو هستش. بنابراین تا زمانی که این فساد، نبود سرمایه‌ها در بخش‌های مولد، بالا بودن رکود و تورم در این جامعه وجود داره،
سفره‌های مردم بدون تردید خالی خواهد بود. بخش تولید هم در کشور واقعا سوده مناسبی نداره، فقط صنایع وابسته به نفت و گاز هستش که اینهای اندک سوددهی دارن. به طور کلی اقتصاد ایران یک اقتصاد فلج شده و معلول هستش که قدرت تولیدی خوبی نداره، کار نمیتونه کار آفرینی کنه. به روش‌های مختلف تولید کنندگان خارجی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد داده نمیشه. توی چنین شرایطی بازم بخش نامولد سوددهی خودشون ندارن، زیرا فضای اونا تنگ شده که شما اشاره کردید به صحبت‌های وزیر اطلاعات. قاچاق هم توی اقتصاد غیررسمی هنوز رونق داره. بانک هم توی بخش غیر تولیدی و نامولد هنوز سرمایه‌گذاری می‌کنن. در چنین شرایطی هنوزم جذابیت بخش نامولد سر جای خودش باقیه. از سوی دیگر هم اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی هستش، یعنی بیماری هلندی در واقع تلاش میکنه یک رابطه بین بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی که در مورد ایران نفت هست از یه سو و رکود در بخش صنعت از سوی دیگر رو توصیه می‌کنه. جناب علوی، ببینیم به مسئله بهره ها اشاره کردین. خب بهره های بالا در ایران، سود بهره، پولی که مردم میذارن به بانک عددش بالاست، یه از اون راه زندگی میکنن، ولی یه هشدار بزرگ هم برای این اقتصاد وجود داره که خب شما هم بهش اشاره کردین. این پولی که مردم دارن جذب بخش تولید نمیشه که بخش تولید رشد رو به همراه داشته باشه، این رو نداره. ولی با یک معیار وقتی نگاه میکنیم با هیچ کدوم از معیارهای اقتصادی نمیخونه در جهان. شما ببینید تو این آمریکا الان سود بانکی وجود نداره، 0.25% خیلی که میدن 0.25% هستش که میتونه سود بانکی بشه، یا برای سپرده های ثابت نهایتا بین 2-3% بخوان بهره بدن. ولی در برابر اون از این پول وام بانکی که داده میشه عددش مشخصه. خب ایران با بهره ای که به مردم میده، پولی رو که جذب بانک ها میکنه بهشون بین 17-20-22% میده، این رو چگونه وارد بازار وام دادن میکنه که وام دادن بانک ها بسیار درصدش پایینه؟ این زیان رو چه کسی تامین میکنه مگر اینکه قرار باشه این بانک ها به مرور با دادن بهره ها به مردم غیب بشن؟ بله، اولا یه سری روش های در واقع راند خاری در بین بانک ها وجود داره که این وام ها بین افرادی تقسیم میشه که اینا دارای نفوذ سیاسی و از طریق مثلا قدرت های سیاسی که دارن میتونن دسترسی به این وام ها دسترسی پیدا میکنن. این وام ها برای بخش تولیدی صرف نمیشه، این وام ها عمدتا برای ورود یک سری اجناس قاچاق یا برای خرید و فروش ارز یا برای حرکت های اقتصادی که نه کار آفرین هست و نه بتونه تولید درونی رو، تولید داخلی رو افزایش بده، برای اونها صرف میشه. ولی از سوی دیگر هم توجه بکنید که وقتی از سود بانکی ما صحبت کنیم، سود بانکی خالص برابر با سود بانکی که بانک میده منهای تورم. به عبارت دیگه مثلا در امریکا که شما اشاره کردید، اگر 3% میدن و اگر تورم 1.7 هست، سود خالص میشه 1.3. اگر در آرژانتین یا در یوکرین سود بانکی 20% هست و اگر تورم 10% هست، پس یا 17% 18% هست، بنابراین سود خالص میشه 2% 3% چیز شبیه اینا. بنابراین این سود خالص خواهی نخواهی میتونه جذابیت برای مردم به وجود بیاره که نقدینگی خودشون رو راهی بانک ها بکنن. ولی از اونجایی که یه نوع بی‌اعتمادی یا یک نوع شکاف بین دولت و ملت هست در این کشورها و مردم نمیتوانن به بانک ها اعتماد بکنن، بنابراین این پول ها یک نقشه در واقع بیهوده رو پیدا میکنه و نه در تولید صرف میشه و نه بر عنوان وام دادن به مردم صرف میشه. به عبارت دیگه میدونید که اگر اقتصاد و تولید هر کشوری بر 4 پایه انجام میشه، که از این پایه ها پول و سرمایه هستش. خب برویم دولت روحانی به هر حال این کارنامه 4 سالش که تنها چیزی که توش داره حالا برجام هست و
مسئله که حتی از اونم نتونست بهره برای کارهای روابط با کشورهای جهان برخوردار بشه استفاده کنه، اون به کنار. به هر حال روحانی به نظر میاد که برای دور دوم داره میاد، تدبیر و امید و اصلاح طلبان و میان رو همه کسی جز روحانی رو ندارن که بفرستن به میدان. ولی در اون سو چهرهای متفاوتی داره مطرح میشه. یکی از این چهرهها که هم آری داره هم نه، این آقای ابراهیم رئیسیه. یعنی هم میگن که قرار است بیاد در انتخابات شرکت بکنه، هم قرار نیست شرکت بکنه، هم قرار است رهبر آینده بشه، هم قرار نیست رهبر آینده بشه. تکلیف چی؟ این آقای ابراهیم رئیسی اصلا خب بی تردید همه میدونن در کارنامه ایشون بخش خیلی مهمی که به چشم میخوره مسئله کشتار 67 و بودنش در هیئت مرگ هست که در یک فاصله یک ماه و نیمه نزدیک به 5000 نفر رو از جوانان این سرزمین رو به جوخه‌های اعدام سپردن. امضاگرشون یکی از امضاهای اون هم همین آقای رئیسی است. ولی اکنون ایشون در بزرگترین بخش اقتصادی کشور یعنی آستان قدس رضوی که مثل یک بانک بزرگ میمونه در اونجا حضور داره. ایشون اصلا کیه؟ آیا میاد برای انتخابات یا نمیاد؟ بالاخره بله خواهد گفت این عروس یا نخواهد گفت؟ بله، عرض به حضورت که احتمالاً رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، علی‌رغمی که چند روز پیش 50 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از رهبر تقاضا کردند که امکانات ورود رئیسی رو به انتخابات ریاست جمهوری بده، علی‌رغم اینکه روزنامه‌های نزدیک به رئیسی از دیدار رئیسی با فرماندهان سپاه صحبت میکنن و نام آیت الله رو بر روی رئیسی گذاشتن، به عبارت دیگه دارن بستر و زمینه مناسب رو برای مطرح کردن رئیسی در سپهر سیاسی ایران به شکل جدی مطرح میکنن. ولی من برای باور هستم که رئیسی رو برای ریاست جمهوری کاندید نخواهد کرد. یعنی اگه کاندید کنه ممکن از روحانی شکست بخوره و دیگه آینده رهبریش از بین بره. کاملا درست. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیتونه یک فردی توسط مجلس خبرگان به عنوان رهبر انتخاب شده باشه در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده باشه. مگر اینکه این انتخابات که اینا مهندسی میکنن و هر کسی رو میتونن از توش در بیارن، از تو صندوقاش بیرون بتونه از این اتفاق بیفته. دقیقاً. ولی اینکه رئیسی کی هستش، خب پایان‌خواهی تمام هموطنان به نقش رئیسی در کشتار سال 67 و چهره شنیع و خبیث این فرد آشنایی دارن و مطمئنن بسیار از هموطنان به نوار گفتگوی آیت الله منتظری با این عده که آقای رئیسی هم جز به این گروه بوده شنیدن. رئیسی در واقع متولد همون سرزمینی هستش که خامنه‌ای از اونجا بود، یعنی مشهد. در سال 1339 در محله نوغان مشهد در یک خانواده روحانی به دنیا اومده. دوره در واقع حوزه علمی مشهد رفته. در سال 1354 وارد قم میشه. رئیسی نتونست به تحصیلات حوزوی خودش ادامه بده خاطر اینکه انقلاب در میگیره و به عنوان یک از طلبه های نوآموز مدرسه حقانی به توصیه بهشتی و قدوسی با نیری رازینی، همین آقای مصطفی پور محمدی و دیگر گستری میر حجازی، همین که به اصطلاح از افراد مهم بیت خامنه‌ای هستش، به اصطلاح میشه گفت معاون خامنه‌ای در بیت هستش، روح الله حسینیان، علی فلاحیان، محسنی اژه‌ای و اینها به دستگاه قضایی وارد میشه. اینا جز اون 70 طلبی بودن که با هدف کادرسازی و تأمین نیروهای رژیم که تازه به قدرت رسیده بود توسط بهشتی به تهران فراخوانده شدن و بهشتی یک دوره آموزشی کوتاه مدت برای اونها گذاشت و اونایی که شایستگی از نقطه نظر حکومت داشتن به مقامات عالی قضایی و امنیتی رسیدن. اگه اشتباه نکنم ایشون 55-6 سال بیشتر سن نداره، یعنی اون موقعی که فراخوانده شده یک جوان 17-18 ساله نهایت هم بوده دیگه. بله، در سن 20 سالگی مثلا میشه قاضی کرج و همون سال بعد میشه قاضی همدان،
و به حال مثلا در سال 1367 که یکی از طراحان و معماران قطره‌ای زنجیره‌ای هست، کمتر از 30 سال سن داشته، 27 سال بیشتر سن نداشته. الان هم اگر یکی از دلایلی که مجلس خبرگان به اکتشاف رئیسی توجه میکنه، به خاطر اینکه یکی از جوانترین روحانیونی هستش که میتونه رهبری رو در اختیار بگیره. بسیاری از ویژگی های رهبری رو از نقطه نظر خبرگان رئیسی داره. چرا؟ به خاطر اینکه پل مناسبی زده بین نظامیان یعنی پاسداران و روحانیون، یعنی روحانیونی که در قدرت نقش دارن. این سرسپاری رئیسی به ولایت فقیه و اعتمادی که خامنه ای به بیت رهبری و خامنه ای و کل بیت رهبری به رئیسی دارن، خب خاینقی باعث شده که در سال پیش به محض اینکه عرض کنم که رئیس سابق تولیت آستان قدس رضوی واعظ طبسی فوت کرد، که واعظ طبسی جز به نزدیکان هاشم رفسنجانی بود. خب نحوه سیستمی که خمینی و خامنه‌ای برای این مسائل توجه میکردن متفاوت بود. خمینی تلاش میکرد که توی سری شهرهای بزرگی مثل مشهد یا اسفان یا قم بین جناهای رژیم یک بالانس برقرار کنه، اما خامنه‌ای در دوران رهبریش نشون داده که مطلقاً چنین خطی رو دنبال نمیکنه، به دنبال تفویض قدرت به نهادها و نیروها و افرادی هستش که به خواسته های خامنه ای نزدیک است، به عبارت دیگه به جناح رقیب توجه است. واعظ طبسی که خب یکی از نزدیکان هاشمی بود، به علت قدرتی که داشت با تمام تلاشی که خامنه ای در 20 سال اخیر میکرد که واعظ رو از تولیت آستان و سرزوی برکنار بکنه نتونست. بیدلیل بود که در سالهای پیش یکی از افراد خودش رو به نام علم الخدا که در واقع پدر زن رئیسی هستش را یه مشهد کرد به عنوان امام جمعه. سال پیشم یا یک سال نیم پیشم رئیسی رو راهی اونجا کرد به عنوان تولیت آستان قدس رضوی که بتونه با این کار اولا موقعیت رفسنجانی قبل از فوتش در خراسان تضعیف بکنه، از سوی دیگه بتونه یک از پایگاه های مهم شیعه و روحانیت رو در مشهد در اختیار خودش بگیره. به همین علت هم بود که رئیسی رو که بهش بسیار اعتماد داشت راهی اونجا کرد. به هر حال چیزی که وجود داره اینه که رئیسی خیلی سریع تونست متوجه سمت و سوی قدرت بشه در همون سالهای اول و پس از اینکه خامنه ای به رهبری خواب شد، در راستای خارج فقه اون که بیشتر برای زمین سازی برای اعلام مرجعیت بود شرکت میکرد. البته توی کلاس ها افراد مثل همین قاضی القضات صادق لاریجانی یا همین وزیر اطلاعات که شما اشاره کردید محمود علوی یا حتی همین احمد خاتمی که واعظ امام جمعه تهران هست یا حیدر مصلحی وزیر اطلاعات سابق، اینا افراد مورد اعتماد خامنه‌ای بودن. و خب خواهی نخواهی در حال حاضر رئیسی هم نفوذ در مجلس خبرگان داره، هم در درون سپاهیان و نظامیان و هم در درون بین بنابراین و هم در درون روحانی. بنابراین وقتی که بتونه این چهار وجه پاسخگو باشه، بنابراین میتواند فرد مناسبی برای رهبری آینده باشه. از دیدگاه اینا ما میخواستیم امروز آقای علوی عزیز در مورد مسائل مختلف گفتگو کنیم در مورد منطقه و اینا، ولی به نظر میرسه که زمانمون اجازه نده، چون 5-6 دقیقه تا پایان برنامه باقی نمونده. اگر در مورد شرایط انتخابات بیشتر، چون مسائل منطقه و عربستان مصر و اینا رو طولانی خواهد بود، چون انتخابات پیش به هر حال نزدیک است، پیش رو است و بیشتر در این زمینه داره حرکت و چالش میره، شما شرایط انتخابات رو برای اون یکی جناح روبروی آقای روحانی در حال حاضر چگونه میبینین؟ چون اونها یه لیست بلند بالایی داشتن، کوتاهش کردن به 24، از 24 به 11. آیا اصلا در اونها
شرایطی برای ریاست جمهوری آینده با توجه به وضعیت امروز ایران دیده میشه؟ ببینید در واقع ما در حال حاضر سه جریان یا سه جناح رو میبینیم که در مقابل هم دیگه شمشیرها رو از رو بستن که در انتخابات به شکل خیلی قاطعانه شرکت کنن. یک جناح ترکیبی از نیروهای اصلاح طلب دولتی داخل کشور به اضافه اعتدالیون هست که همه اجماع کردن روی روحانی، به عبارت دیگه مجوزی و اجازه ای ندارن که فرد دیگر رو به جز روحانی به عنوان کاندید مطلب. اما غم هر دو جریان اصلاحات و اعتدالیون در این هستش که بتوانند دوباره روحانی رو به عنوان رئیس جمهور آینده بر خیابان پاستور بذارن. جریان دیگه ای که هستش اصولگرایان، اصولگرایان در بینشون مرافعات فراوانی هستش، هنوز به یک لیست واحد مشخص اجماع نکردن. تعداد افرادی که هست فراوانه و هر روز دیر و کم و زیاد میکنه. یه جبهه انقلابی جدید اسم گذاری کردن که خلاصش میشه جمنا، حالا این از اون واژه هاست و عبارت سازی هاست. این جالبه، اصلا چه تأثیری میکنه نام جدید برای خودشون؟ یا آیا خسته شدن از این اصولگرایا، میخوان بیشتر به مفهوم انقلابی رو بهش پیوند بدن که رأی بیشتری بیارن؟ چه چیزی پشت این نامگذاری های جدید هست آقای علمی؟ ببینید خود خامنه ای اینا تمام اینا تلاششون در این هست که بگونی به بیت خودشون رو نزدیک بکنن. چرا؟ چون آگاه هستن که با اشارت انگشت آقا میتونه بسیاری از رأی ها و نظرات شورای نگهبان به سمت سوی اینها کشیده بشه. به عبارت دیگه یکی از نگرانی این کاندیداها اینه که نکنه در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگیرن و رد صلاحیت باشن. بنابراین یک از دلایلی که از نامهای انقلابی استفاده میکنن به خاطر اینه که میدونن خامنه‌ای شیفته و دلباخته واژه انقلابی هست و در درون صحبت‌هایی هم که نام میکنن گویا انشاهایی که خامنه‌ای نوشته اینا دارن دوباره خانی میکنن. واژه های مثل نفوذ، مثل دشمن، که اینها واژه های مورد علاقه خامنه‌ای هست، مخصوصا دشمن که خیلی مورد علاقه است با اون تلفظ ویژه‌ای که ایشون از کلمه دشمن میکنه و اون رو با ژ تلفظ میکنه، تاکید بسیار زیادی داره و به این گستره بزرگی هم داره دشمن. بله و خب به هر حال اینم باید توجه کرد که تنها تخصص و شغلی که خامنه‌ای در این 37 سال آموخته اینه که بتواند یک دشمن واهی بسازد و در کنار این دشمن واهی به جنگیدن و رزمیدن خودش ادامه بده و بدین ترتیب بتواند خودش رو برحق در بین مردم ایران جلوه بده. چرا؟ چون بدین وسیله هر نوع کمبود، هر نوع نارسایی که در بین مردم هست با توجیه این که دشمن جلو کارهای ما را میگیرد و اجازه نمیدهد که ما در مسیر انقلابی حرکت بکنیم، اینو بسیار توجیه مناسبی هستش که به خورد مردم میده. ولی واقعیت هم این هستش که اصولا رهبران ایدئولوژیکس، رهبرانی که به اصطلاح پیروی با یک بینش ایدئولوژیکی میخوان رهبری و فرمانروایی کشور رو بگیرن، اینها تاریخ نشان داده که با این توهمات زندگی میکنن و با این توهمات پایه های قدرت خودشونو و فرمان روایی خودشونو به جلو میبرن. ولی در این وسط یک جریان دیگر هم وارد صحنه شده، جریان احمدی نژادی است، جریانی که بر حال کارنامه بسیار زشت و نارسایی در سپهر سیاسی ایران داره و پس از اون که آقا گفتش که صلاح نیست که به علت چند قطبی شدن یا دو قطبی شدن انتخابات احمدی نژاد خودش کاندید بکنه، شبه خودشو، سایه خودشو که به عنوان مثلث زشت مطرح است، یعنی مشایی، بقایی و احمدی نژاد، یکی از این اضلاع مثلث یعنی بقایی رو جلو انداخته. بقایی به عنوان کسی که حتی در روان پارگیش و روان پریشانیش همچون مشایی و همچون احمدی نژاد نباید تردید کرد، میتونه به اصطلاح فقط کاندید بشه
ولی اینکه انتخاب بشه تردید وجود داره. چرا؟ به خاطر چند دلیل. یک اینکه آیا شورای نگهبان با توجه به پرونده‌ای که بقایی داره آیا رد صلاحیتش نخواهد کرد؟ بقایی خب میدونید چند تا پرونده اختلاس داره، البته رایی چه کسی در این مملکت پرونده اختلاس ندارد؟ اینجا کشور اختلاس کنندگان و اختلاس گران هستش. بنابراین این مسئله داشتن پرونده اختلاس گویا یک امر عادی است، یعنی مشایی حرف درست بیه که چه کسی در این مملکت پرونده ندارد. ولی از طرف دیگه این مسئله وجود داره که اگر حتی به صلاحیتش تایید بشه ولی با وضعیت و دیدگاهی که مردم بخشیدش کلان شهرها دارن تردید هستش که بقایی بتونه رای بیاره. بنابراین تصور بر این هستش که در انتخابات آینده روحانی یک که تازه میدان خواهد شد و حتی به دور دوم هم کشیده نخواهد شد. سپاسگزارم از شما. فقط در اینجا به چون این تصویر احمدی نژاد رو کارگردان فنی ما نشون دادن به یه نکته اشاره کنم، ایشون در هفته گذشته که رفته سخنرانی بکنه یه سخنرانی بسیار مبهم کرده. به اول همه فکر کردن منظورش آقای خامنه ایه که میگه شما در برابر 80 میلیون ایستادید، همش شما مگه میخوای مثلا پادشاه هستی سلطنت دو. همه این نکاتی که میگه به آقای خامنه ای میخوره، ولی به نظر رسیده که این رو انجام داره میده علیه روحانی به خاطر انتخابات و نشون دادن آقای بقایی. در این مورد میشه در آینده صحبت کرد. سپاسگزارم جناب علوی عزیز. سپاسگزارم. هنگامتان خوش. روزگارتون خوش.